بله چا بریم سری فقط این سری اوکی ما سری از اخبار اونجا داریم میگیم جالبانه کلی هم جالب خبر یک دو سر سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام این هفته یه مهمون خیلی باحال داریم به نام محیاد سلام و فرزادم که پشت دم و دستگاه و بقیه بند و وسط نشسته اونجا سلام من در مورد محیاد اول توضیح بدم محیاد ما گفتیم هفته پیش که مهمون خودکسته این هفته کارهای باحال زیاد کرده کار خیلی مهمی که انجام میده به آدما کمک میکنه که به صورت تحصیلی بتونن ماجرت بکنن سوالاشون جواب میده براشون امکان مهاجرت میذاره امتیاز بندی میکنه اصلا یه کار می... یه کار عجیبی داره میکنه تو ونکوور حالا بیشتر صحبت میکنیم به فرمایش هم شرکت کرده الان داره دکترا میخونه دیگه کاری نیست نکرده باشه تو این شهر دیگه کار میکنه الان آیکی هم دیدیمش کوچل بارم والی بازی میکنه کوچل امروز باید بره بخره اصلا یه وساطی همشهری فرزادی نام آره همشهری فرزادی هم بالا خیلی خوب جونم براتون بگی که محیاد میخوای خودت اولیه معرفیت کوچیک بکنی خودتو یا بزرگ فرق نمیکنه معرفی شماره یکی شماره دو شما یه معرفی بکن که ما بعد بریم سراغ اصلا کلا ببینیم که از کجا به اینجا رسیدی و چطور داری آره گوارش چرا باره رسم شکل هم انجام خب سلام میکنم خدمت همه شنوندگان و فکر کنم بینندگان هم دارین آره دیگه دوربین شما رو دوربین من مهیادم <تص> 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 چی باید بگم بگو که اینجا چی کار میکنید من سال وقت اومدی چه رشته ای میکنید من سال 2011 اومدم کانادا واسه اینکه فوق لیسانس همون بخونم توی دانشگاه یو بی سی بله بعد هم دانشگاهیم آره بعد یه دیگه فوق لیسانس رو خوندم بعد از فوق لیسانس گفتم من عمران دیگه برم سمت دانشگاه چه خیلی سخت گذشته بود اینا بعد یه, یه سالی کار کردم بدم نه دلم تنگ شد دور برگشتم سمت دکترا بله و دکترا رو شروع کردم از سال 2015 بود فکر کنم و هنوز که هنوزه داریم میخونیمش <applause> <نه آوه. تصفيق> <و نیمه> <applause> خب معمولا دورش همینه دیگه چهار نه داشت. پنج به بالا بسی به استاد داره نه یعنی هشت سال ده سال هم داشتیم مینا بود خیلی طول کشیده بود براش نه مینا طول نکشیده ولی تا ده سال هم ما شنیدیم اه. بعضی آره. رو هفهش تازه کویت کردن <تصفيق> 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 اون دیگه آدم درسته ولی هم فکر کنم که اشیالله تا سال دیگه تمومش کنم نه آبا میان رو پس شما اینجا اگه میشه <applause> میان <بورا> رو به بقیه <applause> یاد بده که بعد حالا آشنایی من با محیات خیلی جالبه من بار اول یه دوست مشترک داریم به نام امیر سلام و, و این چیزه ما رو معرفی کرد و ما به صورت حالا ایشون یه قراری گذاشت و قرار بود که رو ببینیم توی دفتر این آقا و من یادم رفت رازو بخواین من سر کار بودم و چیز گذاشته بودم برای خودم یعنی برای خودم ریمایندر ریمایندر گذاشته بودم ولی ریمایندر اومده بود که مثلا نیم ساعت دیگه برو بیرون میوتش کردم و شروع کردم نرفتم آره بعد یو زنگ زدن و که آقا کجایی و مثلا یه روبم از اون قرار ما گذاشته بود که من اصلا تازه موقع به خودم اومدم و ببین جوری من خودم رسوندم به مرکز شهر که 100 درصد میتونه از ماشینو بگیرم بخوابونه یعنی واقعا اون موقعی, او موقعی که ما زنگ زدیم هنوز نیومده بودی نه نه مبل بودم شما <تصفح> زنگ زدی من روی مبل و اینکه حالا جالبیشم هم براتون بگم خیلی داریم از بحث میدیم کنار ولی خب دیگه جنگله دیگه خودکسته من همون روز یه قرار دیگه با یکی دیگه داشتم یاری دیر اومد و برگشتم گفتم کسایی که اصلا دیریان نبا با کار کرد و خیلی قره شده بودم اصلا اینطوری بود که چرا اینا مثلا دیر میان و خودم اون روز دیر رفتم واقعا از خودم خجالت کشیدم مم. ولی با روی خیلی باز وحیات از ما پذیرایی کرد به قول معروف و دیگه صحبت کردیم و قرار شد که ایشون برای این فصل بیان و به سوالات تمام این افرادی که در مورد ماجرا سوال دارن جواب بدن و اینکه خب ما یه چیزی است که ما خودمون نداریم در واقع یه سری اطلاعاتی هست که کمتر کسی واقعا داره توی کانادا چون که ده سالی از گفتی که داری تو این زمینه فعالیت میکنی یه جورایی دیگه آره داری, اطلاع جمع میکنی خیلی خواهش میکنم میخوای خودت یه توضیح بده در مورد اول مهاجرت تحصیلی و اینکه چه جوری اصلا برای چه کسایی ساخته شده چه کسایی میتونن موفق باشن تو این قضیه و بعد بریم توی قسمت مهاجرت وسطش هم سوالایی که اومده رو میپرسید آره. حتما. آره شما یه توضیح کلی مختصر اول بده بعد دیگه از هر جا که دوست داشتی وارد جزئیات بشو بسیار عالی Uh, آقا م... هم اونجا از همون آره دیدی من صداد گرفته میدونی می جو ریکوردینگ میگیره آقا <تبت آم> شما که <و اصلا> جلو دوربی رفتی دیگه آقا راستی اصلا میکروفونش بزرگه اصلا من جو گرفته نه یه بفرمایی چون هم شرکت کرد هفته چندم گروه پنج, بودیم گروه پنجه پنج 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 بود بود و, و خیلی جالب بود دیگه معیاد گیم رو عوض کرد ما امروز اومده بود میخواستیم ازش دستر مخصوص معیاد بگیریم که مثل اینکه قصد نشد و اینکه اول میخواید امرو به چون صحبت کنیم ببینیم شو؟ که چه چی بگیم برم چه جوری بوده اصلا چه جوری به ذهن دستید اپلای کنیم برای بفهم باید حالا بفرمایید شما خیلی جالبه داستانش من اومده بودم کانادا اون اوایلی بودش که من رسیده بودم بعد اینا رفته بودن تورنتو داشتن فیلم برداری میکنن دست. بعد داداشم گفتش که آره من بفرمایید چه اومده کانادا میخوای تو هم رجیستر کن شاید مدن مثلا شرکتی ما هم موقع کلمون داغ گفتیم بریم شرکت کنیم دیگه حالا رجیستر کردیم بعد دیگه بند خدا دیگه تموم شد کارشون توی تورنتو رفتن کل دنیا رو دور زدن دیگه آره از استرالیا و استرالیا نمیدونم اروپا چند تا کشور رفته بودن اینا من یادم رفته بود اصلا همچین کاری کردم بعد دیگه داشتم یه روز رانندگی می‌کردم یکی زنگ زد بهم گفتش آره ما من فلانی هم از خلاص بفرمایید کی زنگ زد اسمش یادم نمیاد یعنی مثلا یعنی... نبود نه نه توغرل و توغرل و تیام نبودن uh... شیروین یعنی چون اسم نام بعد گفتم که آره گفتم آره هنوز اینترستد هستی مثلا شرکت کنیم ما گفتیم وای نات بریم شرکت کنیم بعد این شد که آره دیگه رفتین شرکت, شرکت, ولی چهار سال گذشت از زمانی که من رجیستر کردم تا زمانی که چیز بشه چهار سالی مشترک دوم شدی آره من مشترک دوم شدم آره, آره مشترک دوم شد اومده آره. بود آره. چهارم نشه ولی آره ولی واقعا آره و داشتی برام توضیح میدادی که خیلی سخته یعنی اون چیزی که میبینن آدما واقعا خیلی متفاوته با اون آره, آره. اتفاقات اتفاقاتی که میفته خیلیش خب کات میشه دیگه ببین مثلا یه چیزی در آره. حدود 12 13 ساعت فیلم برداری برای هر سشن من 12 ساعت کارو نمیتونم تحمل کنم یه سری آدم غریبه اینجا تو خونه آدم نه برم بالا پایین <تصفح> بعد نه خب دوازده ساعتش که فقط چیز نیست از, از, زمانی که شما بخواید اون در واقع شبی که خودتون میخواین میزبان, میزبان باشین باشی از زمانی که آشپزی شروع میشه حالا مثلا میان ستاپ میکنن دوربین و نمیدونم این چراغا و اینجور چیزا و صدا و میکروفون و چیزا خونه رو به هم میریزن اون رو به هم میریزن اینا از اون زمان ها تا زمانی که مهونا بیان و دیگه تموم بشه و آخر کار برن یه چیز حدود من حساب میکنم 13 ساعت فیلم برداری خیلی زیاده بعد, آره و بعد 13 ساعت البته تا این تازه یه فیلم برداری دیگه هم هستش که داره از بقیه موقع خوندن منو فیلم برداری میکنی اره اینو مثلا دو تا با هم جمع بکنی مثلا یه چیز حدود 15 ساعت فیلم برداریه که از توی باید یک ساعت نو بکشن بیرون 45 دقیقه مک 45 45 و 6 ثانیه یعنی از خود من بیشتر دازن نه نه واقعا 45 دقیقه آقا دیگه چون بیا نمیخواد بعد هیچی دیگه کپی رایت نه 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 پخش کنی خب این فکر کن شما 13 ساعت رو از توش بخوان یک ساعت بیارن که تبدیلش کنن به یک چیزی که قابل پخش باشه خب خیلی از صحبت ها خیلی از چیزها حذف خواهد شد دیگه برد. خب این ممکنه خیلی از چیزهایی که مردم میبینن اون چیزی نباشه که واقعا پشت صحنه اتفاق افتاده داده. چون مثلا خستگی داره این کار نمیدونم من واقعا شده بود وسط آشپزی واقعا بره. خسته شدم نشستم کف آشپز خونه گفتم من کمرم دیگه درد گرفت یه کات بدی خب واقعا هم سخته دیگه یعنی همین طوریش میخوای از چهار نفر پذیرایی بکنی سخته دیگه چه برسه بخوام قریب. مثلا این همه آدم بیان تو خونه تو مثلا به اون معنی خدا هم شما همیشه سوال هم اینه. به اون معنی خدا هایی کسی قضا میده این, این سوال من شاید فالور های خودم روی اپلای پل نتفورک شاید ده هزار برن جوابشو بدید نه نمیدیم به علت نم. این که اینا خوابشون از بیرون نه آره من که خوابشون نگیره قضا نه نه نزم نزم از, بیره. از بیره. آره احتمال دارم ممکنه بشون نه مثلا قضا ولی اینا از بیرون وسهشون غذا میگیرن ناهارشون رو میخورن و می می شامشون میخورن اینا از ما وضعیتشون بهتره بعضی از اوقات مثلا من اگه غذا میسوخت بعد اون بنده بند خدا به ازا دوش رو بعد هم خب واقعا نمیشه مثلا 7 8 نفر اون پشتن آره. شما ظرفیت فرت انقدی نیست که مثلا یه هیئت و شام ولی آره <laughs> مثلا, آره. مثلا, مثلا من دادم. آره دادم مثلا هست ما چیزایی که اضافه هست اضافه است من بهشون تعارف کردم یکیشون آره آقا اضافه اومده کی میخوره آره نه اونجوری نه ولی آم، آم ترچین شما درست کرده آره ترچین من مثلا شش تا درست کردم آره. که دو هم چیز بود که یه دوتاش خراب شدن دوتا دو تا زاپاس باشه آره. زایه قضیه ولی <تصفح> بعد <تصفح> آره دوتا دو رو زیاد اومد دیگه من گفتم که هرکی میخواد یه اسلایس کسی هم خورد برد. چون خارجی هم معمولا میدونید دیگه خودشون میگه. آره از این غذا نمیخوره چیزن روی غذا خیلی حساسن دقت کردمش نسبت به ماها ما ها هرچ بدن اون بدم میخوریم شکر خدا رو میکنیم اونا مثلا یه دفعه میدید به فلان چیز حساسیت داره به بیستار چیز هست بعد مثلا طرف خودش زفروم. ولی از اینا یک نفر فقط رایک من راضی بود چند داد؟ عدد نداره <تصفح> 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 بعد آشپزی هم کلن میکنی یا اینکه مثلا یه حد تصمیم گرفتید شرکت کنید تو بفرمایید راستش بگم نه راستش بگی یه بردی نمی‌کنه آخه آخه واقعیتش مونا واقعا دست خیلی بهتر از منه مونا خانم سلام سلام و من واقعا کم آوردم جلوی دستپخت مونا و هم خیلی بالاست یعنی من مثلا نامشه. یه دونه غذا میخوام درست کنم رگنبا. آره دقیقا <تصفح> یکیش اینه یکی دیگه اینه که اصلا کل روز من رفته یه دونه مثلا پرس غذا آماده شده ولی آره منم, منم همین منم خیلی سختمه من غذایی که درست میکنم ماهی درست می‌کنی؟ نه نه جوری غذا... میگه میکن... نه نه بابا اینجا خروش میذارم پس... برات تا میذاری بذار وقتی که بفهمید شما خودکست رو انداختیم موقع <تصفح> <تصفح> ولی منم خیلی کسافتکاری دار اصلا نمیتونم ترجیح میدم برم یه غذایی بخرم ولی خب هیچی غذای خود خونه نمیشه دیگه کارون خوب غذا درست میکنه خود عجیب به خودش میرسه از سر یعنی اگه اینقدر که کارو به خودش میرسید من به خودم میرسیدم 100 صد درصد 150 کیلو بودم ببین می میدونید چیه اینو بفرم. نظری که من اینه که دو دسته آدم وجود داره یه سری هستن که زندگی میکنن که بخورن یه سری هستن که, زن... میخورن میخورن که, زندگی زندگی کنن. کنن. که میخورن که زندگی کنن من جز اونایی ام که میخورن که زندگی کنن فقط زنده بمونم اوکی من یادمه مثلا دوران دانشجویی توی فوق لیسانس اوزای خوب خیلی وقت نبود دیگه انسان تو یو بی سی آره تو یو آره. بی سی بعد اه... میرفتم از این چیزا میخریدم میت بالایی که فریز شده هستش اینا رو میخریدم میوردم که آره. قلقلی کوچیکه آره. آره. نه بزرگه آره. میت بال گنده است نه نیست نه اینقدر آره. ما تو اسمان باش میمیم قیمرزه قیمرزه می آره خوشی قیم <applause> 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 آخه از زیر چیزهایی ازش من حتی خودم نمیرسن ولی قیمرزه میده آره این قیمه ریزه است که میشه قیمرزه oh, okay, بعد از اینا میگرفتم با سس سالسا اینجا بعد با برنجش میپختم اینا می رو میریختم رو هم سوس سالسا رو به چیز آره اصلا میخوام بگم مثلا با <میتون> <یت> چیز... <میتون> دیوار آجر بزنی آره دقیقا میچسبی باشی شد قشن بعد مثلا این قضای من بود واسه یه هفته فکر کنم اصلا و اوکی بود دیگه یعنی میخوردم همینجور مزه استانبولی میده آره میخواید وارد اصل اینا که میخواستم مهاجرت کنند یه خاموش کردن آره همین خب <applause> وارد <اصل تصفيق> مطلب بشیم میریم آره. وارد اصل مطلب بشیم تو میخوای توضیح بده که اصلا مهاجرت تحصیلی رو توضیح بده که اصلا برای چه کسایی است یه دور میگه کلی بگو بریم ببینیم که آخه بعدش رفتم تو <applause> چون من سوال دوباره بگم و اینکه ببینیم چی میشه آره خلاصه چش. مهاجرت تحصیلی که خب الان در واقع برای مهاجرت به کانادا چند تا راه وجود داره یکی از اینا که ببخش من سلام صدا مجرم صاف بکنم از شنوندگان من مجرم آبا هم اگه میخوای من یه چیز میکنم کنم شما خود چیز مهاجرت تحصیلی کردی حالا میتونی اینجا خیلی اطلاعات زیادی آرام بدی درس یاد میگیری خب بفرم چند تا روش هست واسه مهاجرتی یکیش مهاجرت از طریق مثلا ازدواج درست که اگر یه نفری از جای خوبی هم شروع کرد گفتم که آره بچه دوستان اسپانسر مثلا میتونه بشه اگه همسر کسی کانادایی باشه یا پیار کانادا باشه میتونه ازدواج کنه بیاد و خب حالا اون دیگه بچه ها خوشون میدونن زیاد نمیدونم در راحت ترین راه تقریبا بی درد سر آره خب حالا به هر حال درد سر های نهفته ممکنه داشته باشه درد سر دیگه میری ازدواج کنی دیگه قون سخت ترین کار دنیاست آره فعل اومدنش راحت تره خب آدم قرق میشه توی موبلتون خیلی باید نه خوبه اوکی من میرم میمیرم که این آره هیت میگو سرش جا و جا میشه از میکن خب این یه دروشه روش آره هم سر کیچ نمیذاره ایمان منم منم از اون آدمایی هم که وقتی میفته رو خنده اصلا شروع کنم به دا دا کلا ادامه دادن فکر نمیکنم آخرش همین بنده بابا به این چند نفر که دارن گوش نیاز دارن میخوان اطلاعات کسب کنن آره روزش واقعا رو خراب اگر که اگر کارون اینجا نبود واقعا اعصابشون خرد نکنید ما یه اپیزود خودمون میریم بدون کار اومدن باید ایمان رو امروز کنترل کنم آره آقا من چیز میخوام من هیچ چیز بفهمم. آره این یه دونه از روش هاش. یه روش دیگه اش روش کاریه بله که پوینت اینه که یه دونه بیزینسی که توی کانادا هستش باید دنبال یه متخصصی توی زمینه میگرده اصولش اینه و این باید بیاد به دولت کانادا نشون بده که آقا من ادورتیزمنت زدم اینجا توی کانادایی ها یا پرمن رزیدنت های کانادا نتونستم کسی پیدا بکنم که این اسکیلایی که من دنبالش هستم رو داشته باشه واسه درست. همین دارم این از یک نیروی خارجی استفاده بکنم که درست. اون پروسه حالا اداریش رو باید تیب بکنه یه اپرووالی بگیره که بتونه یه نفر رو اسپانسر بشه بیاد اینجا درست که اونم تقریبا نشده دیگه یعنی مثلا اون کس... حالا من دارم اسپسیفیکلی واسه ایرانی هایی میگم که مثل خود من حالا توی یه یه رشته رو خوندیم اینا همشون اینجا هستن توی کانادا مثلا من فیزیک خوندم آره دانشوی کانادایی هم هستش که فیزیک خونده باشه هر کد مهندسی همونجوری هستن در خیلی بعیده که بعیده. یه کسی باشه ده. یه مهارتی رو داشته باشه که اینجا واقعا نباشه, نباشه دقیقا این یه روش دیگه است بعد یه روش دیگه اش پناهندگی که من اصلا هیچی نمیدونم در رابطه باش که کاری هم آره. کاری هم نباشه. روش های یه روش دیگه هم بودش که یادم نمیاد حتی <سؤال> ولی روش همین که میشه تحصیلی <سؤال> به این روش تحصیلی هم که هست یه سوال من بپرسم کسایی که مثلا خانوادگی می به عنوان اسکیل بورد که سرمایه گذاری نبود مرسی سرمایه گذاری چیزی که ما زیاد در سرمایه فرق میکنه با کسایی که مثلا یه نفر میشد مین اپلیکنت توی خانواده و کل خانواده می اومدنی الان تو به من گفتی که دیگه ساقط شده و دیدم چیزی دیگه هم چیکاری انجام نمیدن نه ما اصلا به این مورد بحثی نکردیم نکردیم تلفن من بعدا من اوکی گفتی که الان همه شده اکسپرس آقا بحث کردید نه اون یه چیز دیگه است نه اون بحث من این بودش که کسایی که قبلا مثلا استریم های مختلف داشتیم ببخشید این من خیلی خودمونی دیگه دارم تو پادکست رو درس اگر میدونی که نه عالی <تصفح> عالی همینو همین فهمون بریم چلو بردیم خب قبلا مثلا اینجوری بود که یه سری بودن از طریق اسکیل ورکر می یه سری دانشجویی بودن <تصفح> یه سری <تصفح> پی بودن رو بعدش اینا رو همه رو کردن اکسپرس انتری حالا بعد دوباره وارد دیتیل ها میشیم وارد ترتیب بریم اوکی حالا میایم سراغ چی متمرکز بشیم روی, روی همین تحصیلی. تحصیلی. چرا روی تحصیلی متمرکز شدیم و من حتی مثلا اخیرا یه پیج اینستاگرام دارم کردم روی اون زمین کار میکنم به این علته که این ممکن ترین راه واسه 90 درصد افرادی هم که از ایران میخوان به کانادا بیان میگی از چه جنبه هایی از جنبه مالیه و از جنبه همون اسکیل ورکر که گفتم اون اسکیل هایی که ماها داریم چیزی نیستش که مثلا حالا تو کانادا پیدا نشه واسه همین اگر از راه درست درمونش آدم بخواد بره معمولا کاری نمیتونه آره. و خب بیشترش برمیگرده به قضیه مالی و این قیمت دلار و اینجور چیزا نمیشه خب من یه چیز کوچیک هم اضافه کنم از مزایای حالا در رابطه با مزایای همین مهاجرت تحصیلی اینه که شما اون فرصت رو دارید که بیاید توی دانشگاهی اینجا درس بخونی و حالا راحتتر منطبق بشی و در واقع قاطی جامعه اینجا بشی و پس بردم که بخوای کار بگیری راحتتر میتونی کار بگیری توی آمریکای شمالی اگه شما بخواید کار تخصصی بکنید مدرکت حتما باید مال آمریکا شمالی باشه حتی نا. مدرکت از اروپا هم باشه قبول نمیکنن حالا ایران که جای خود امه. برای همین من همیشه میگم اگه شما این امکان رو دارید که از از حالا تحصیلی اپلای کنید چون هم تو سن مناسب نسبت به اینکه حالا ده 15 سال بعد بخواد این اتفاق بیفته شما وقتی جوون تری راحت تر جا میافتی تو جامعه همین که همونطور که خودتون گفتی این امکان رو داره که با هزینه کمترین انجام شه امه. و در نهایت این باعث میشه که شما ما بهتر و راحت تر توی جامعه جا بیافتی چون در نهایت به نظر من لازم اگه بخوای کار تخصصی بکنی حتما مدرک اینجا رو داشته باشی دقیقا, دقیقا. من به این دلیل حالا فوکس امروزمون رو فکر کنم بذاریم روی مواجهات تحصیلی چون چیزی هم هست که من توش تخصص دارم من در مورد مواجهات های دیگه حقیقتش که تخصص آنچنانی ندارم درست ولی خود این مواجهات تحصیلی به دو دسته تقسیم میشه یکیش میشه مهاجرتی که با هزینه شخصی باشه یعنی شما تحصیلتون رو میاین پول شهریتون رو میدین پول زندگیتون رو میدین اونجا تا اون زمانی که یه مدرکی بگیرین و بعد از اون مدرک استفاده میکنین واسه گرفتن اقامت پیار با. گرفتن و این یه دسته از مهاجر تحصیلی پیارم یعنی پرمن رزیدنسی یعنی که شما بتونید اقامت دائم یه دسته دیگه هم هست برای کسایی که خب رزومه های قوی دارن اینا و توی رشته های معمولی که براش فاند هست میخوان تحصیل بکنن مثل رشته های مهندسی رشته های علوم پایه اینجور رشته ها رشته که استاد ها اینجا پول میدن به دانشجو به دانشجوهایی که واقعا قوی هستن برد. که بیان اینجا واسه شون ریسرچ بکنن که اون اون جاییه که شما اگر که مثلا واقعا درست خوب باشه از دانشگاه خوب اومده باشی رزومه قوی داشته باشی بهتره که از اون طریق بیای و نیاز به پولی هم نداری در درست میگم نداری بالاخره با پول بلیت هواپیما رو اینا رو بده یا مثلا پول ویزا و اینا رو اپلای میخواد بکنه داشته باشه یا خود اپلیکیشن فی هایی که برای دانشگاه ها هست ولی دیگه بعد از اینکه اومد اینجا یه حقوق بخور نمیری آدم میگیره که بتونه اون دوره مثلا میت بالا بخره من... با برن بالا بخره قاطی بکنه و از این دقیقا یه مدرک هم بگیره یه مدرک هم بگیره که بعد از اون مدرکش بخواد استفاده کنه واسه اقامت این با. کاری بود که مثلا من خودم کردم کن. فکر کنم من هم کارونم هم بازم من معذرت میخوام خب این حالا چه چیزی باعث میشه که شما تصمیم بگیرین که یکی از این دوتا رو بخواین برین اولش اینه که باید نگاه کنم به جیبتون ببینین که آیا پول شهریه رو اونو چیز کنی بیاری من آره، آره، بگیرم این بدم آره. با اینو بدم من به عنوان تابلو میگیرم می اونایی که تصویری ما رو میبینن ایمان ایمان آره. بینن. فلو این قضیه رو تو دستش داره آره, آره. من آره. من آره ما نه هر هفته توضیح میده توی اینستاگرامش اینو من حفظم به جورایی شما اول باید نگاه کنی که آقا شما میتونی هزینه می شهریه و هزینه زندگیت رو بدی حالا یه عددی گذاشتم اونجا بره. این عدد دیگه مینیمم ترین چیزی آره. که می وحی نشده ها ولی آره. منظور این که این بستگی داره به شهر بستگی داره به این که شما لایف استایلتون چه جوری باشه حالا کشور داریم کانادا رو در اینو به به مود پاک میشه من دیگه ماژیک ندارم <تصفح> آره. بستگی داره به شهر بستگی داره به <تصفح> دانشگاه دانشگاه به مدل زندگی, مدل زندگی داره. هزینه است دیگه شما مثل بگی آقا تو ایران چند هزینه میشه آدم مثلا زندگی خب یه نفر داره مزراتی شده میشه. یه،, نفر دیگه داره مثلا فقط زنده میمونه خب این من وضعیت دانشجویی رو مثلا دارم میگم که اگه زنده بمونه, زنده بمونه. حالا این همین زنده بودن توی مثلا یه شهرستان کوچیک خیلی ارزون تر میتونه تمام بشه تا توی مثلا تهران یا توی شهرهای بزرگ شهرهای بزرگ معمولا گرون تر میشن تا توی اینجا هم تقریبا هم دیگه مثلا اگه تو بریم مثلا توی شهرهای اطراف نمیدونم مثلا شهرهای اطراف هم فاند میدن یا مثلا ها ها ده 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 ده. شهرهای کوچیک میدن دانشگاه خوبی هم دانشگاه داره خوبی داره. هم دارن بعضیشون فاندم میدن شهری هم چیزه ولی ما الان بحث اون فاند نیست دیگه اون دانشگاه که شما مجبوری پول بدین خودتون بیارین اینجا درس بخونید درست یه همچین دانشگاه من نگاه کردم اکثرشون برای اونایی که میخوان بیان خودشون پول بدن یه چیزی حدود مثلا من ماکسیموم ماکسیمومش مثلا چیزی حدود دلار در ساله ولی من اینو به عنوان عدد در نظر میگیرم حالا اگر از این ارزون تر جایی برن به نفعشون اگر این هزینه رو... زندگی به علاوه دانشگاه نه این فقط هزینه دانشگاه, دانشگاه فقط هزون. برای اینترنشنال استودنت ها برای دانشگاه که از خارج از کشور میاد بله این 20000 دلار بگین شهریه حالا صاری. اینو من شنیدم که هست از 12 هزار دلار تا 17 هزار دلار تا بینید آره دیگه... حتی کمتر از نام آره. بیشتر آره. ولی اه, یه چیزی که مهمه اینه که شما میخواین جایی درس بخونین که بعدا مدرکش واسه مهاجرت به دردتون بخوره به میگن post graduation work permit eligible یعنی این که بعد از تون پست میشه بعد graduation هم که graduation یعنی فارغ تحصیلتون ورک پرمیت هم که یعنی اجازه کار یعنی اجازه کار بعد از تحصیل بهتون بدن با این آه، یعنی بعضی از مدارک هستن که اصلا اجازه کارم هم نمیدن, نمیدن. اه. اه. برای اون دانشگاهی که اجازه کار میدن معمولا این اوردرش روی 17 هزار دا دلار پلاس و ماینس حالا 2000 دلار دو شما اینو بگیر بذار کنار بگو مثلا بالاخره 2 هزار دلار آدم پول دفتر و کتاب و اینجور چیزا تو سال بخواد بده یه چیز بوده 20 هزار دلار این 20 هزار دلار میذاریم که 20 هزار دلار شهریار که بذاریم کنار واسه زندگی شما یه چیزی حدود بستگی دارید دوباره شما می‌خواید مثلا توی ونکوور زندگی بکنین یا توی وینیپگ توی ساسکاتون مثلا شهرهایی که کوچیکترن و اجاره خونه ها که تر روش توش اونجا ها می‌خواید زندگی بکنید من دست بالا رو که بگیریم شما مثلا ونکوور بخواین جای اجاره بکنی یا زندگی مثلا معمولی نه حالا آنچنان شری داشته باشی یه چیز حدود 20 هزار دلار پول میخوای در سال بله درست. درست. میگم مثلا یعنی و خب اینو که با هم جمع بکنیم میشه 5000 دلار حالا دیگه من اینو میام میگم 5000 دلار هستن افرادی که با 30000 دلار در زندگی میکنن خب... کنم آره میتبال سالسا هم ببین به نظر من مشکلی نداره شما یه دوره مثلا کوتاهی از زندگیت رو سختی میکشی ولی بعد از اون قدر چیزایی که به دست میاری رو سالی سی هزار تا بله من اینجا زندگی کردم نمیدونستی بدون البته شما پول شهریت خیلی ارزان ما دانشگاه اون آره خوبیش این بود که شهریه اینترنشنال با داخلی یکی بود دقیقا. یعنی سالی مثلا ده هزار تا فکر کنم شهریه میدادیم و معمولا جاهایی که فاند میدن شهریاشون هم کمتره نسبت به جاهایی مثل کالج ها کالج ها روی 20000 دلار اینا میگرده آره 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 و مثلا دانشگاه یو بی سی مثلا شهریش 7 8000 دلاره 9000 آره حالا یو بی سی تازه از طرف دولت کانادا هم حمایت میشه درست. هر دانشگاهی نمیشه کالج که قطعا نمیشن کالج معمولا خصوصی هم برای همین شهریاشون خیلی گرون تره درست یه سری دانشگاه مثل یو بی سی از طریق دولت حمایت میشن حالا دانشگاهی که من بودم تا جایی که میدونم نمیشد به شکلی که یو بی سی میشد درست ولی آره هر چی حمایتی بیشتر باشه قاعدتا هزینه کم حالا دوباره یه بخوایم بکنیم مهاجرت ها انواع مختلف داشت برای ایرانیا بهترینش مهاجرت تحصیلیه ازدواج بود که آره ببین تعداد اینا کم یعنی واقعا تعداد افراد که وایس اینجا... داریم آره. ایمان <تصفح> فکر کنم <تصفح> <آدم> ازدواجی زیاده <تصفح> <تصفح> میدونه من نمیدونم حالا <تصفح> <تصفح> آره ازدواج بودش حالا چیزهای دیگه که بح... ما بحثمون رو بردیم روی ماجرا تحصیلی ماجرا تحصیلی هم گفتیم دو دسته است یکی افرادی هن که واقعا درسشون خوب رزومشون قویه رزوم قوی یعنی چی یعنی از دانشگاه خوبی اومده باشن معتبر باشه معدل خوب داشته باشن ریسرچ کرده باشن قبلا پیپر داشته باشن مثلا اینجور چیزا خوب از استاد داشته باشن خوب از استاد داشته باشن بعد حالا توی رشته خاصی جی, آر جی،, جی, آر جی،, جی, آر جی مات داشته باشن اینا امتحاناتی که باید داشته باشن نمره زبان خوب داشته باشن اینجور چیزا رو رزومه خوب داشته باشن اینا شانس دارن واسه فول فاند که میشه در اون بورسی بشن از طرف دانشگاه کامل اون افرادی هم که پول دارن و اصلشون فقط مهاجرت میتونن بیان برن سریعتر از طریق کالج ها این کار اقدام بکنن دو ساله یه مدرکی بگیرن و خلاصه ببندن برن دنبال کار اینجا و بعد از یک سال هم کار کردن میتونن اقامت بگیرن درست این حالا یه دسته اینجا میمونن که دسته کوچیکی هم نیستن یعنی کمی هم نیستن و من یه استارتاپی دارم روش کار میکنم که به این دسته از دوستان بتونیم کمک کنیم حالا دلیلش هم میگم که چرا من فوکسم روی این بچه هاست کسایی که دانشگاه مثلا تاپ نبودن مثلا دانشگاه شریف دانشگاه تهران اینا درس نخوندن و از اون طرف هم پول زیادی هم ندارم درست که بتونن به راحتی فاند بگیرن اینا ولی دارن در حدی که مثلا دو سه تا سه چهار تا دانشگاه بتونن اپلای کنن درست. این دسته از بچه زیادن ولی خب دم مرزن دیگه یعنی ممکنه مثلا یه کار درست یه کار اشتباه توی مثلا این پروسه ای اپلیکیشنشون این چانسشون رو به دست بیارن یا از دست بدن این شاید مثلا بگم هفتاد درصد بچه ها رو که الان تو سنین ما ها هستن تشکیل میکنن چون خیلی بچه های کمی هستن که خیلی مثل کارون بچه های درسخونه خفن باشن بابا خفن <applause> <applause> حالا دیزی که لازمه بگم حالا لازمه یا نه ولی دوست دارم بگم اینه که خود محیاد هم از دانشگاه آزاد اومده و خوش میگه که به هر کسی میگه که دانشگاه آزاد اومده چیز میکنه اول تعجب میکنن کرونا امروز یه ذره آره حالا ب... الان تقسیم بندی خوبی کرد محیاد گفتش که حالا شما دانشجوی بخواید بیاید دو, ده... دو تا بخش میشه یکی اینکه خودت پول داشته باشی یکی اینکه خودت پول نداشته باشی و بخوای فان بگیری اونی که خودت پول داشته باشی یه مقدار توضیح داد که شما مثلا حداقل سالی چهل هزار الا بالا, پایین یه مقدار ضریب خطا داره انقدر باید پول داشته باشی که هم بتونی شهری دانشگاه تو کابر کنی همین که هزینه زندگی تو بدی برای دو سال آره برای, برای دو سال مم. بعد حالا فرض کنید که شما پول اونقدری نداری چون الان این عدد بخوای به تومان هم تبدیلش کنی خیلی وحشتناک میشه و میخوای اپلای کنی و میخوای شانس خودت رو برای گرفتن فاند یا حالا بورسی تحصیلی بالا ببری درست الان بریم یه ذره واردش بشیم آره که برای حتما. این باید چه مراحلی رو انجام بدی که حتما ببین توی رزوم چند تا چیز هست که میتونین شما تغییرش بدین چند تا چیز هست که دیگه نمیتونین تغییرش بدین مثلا شما دید دانشگاهی که توش درس خوندی رو نمیتونی برگردی عوضش بکنی معدلی که توی این لیسانس مثلا گرفتین یا تو فوق لیسانس گرفتین نمیتونین به اون به این راحتی تغییرش بدین ولی یه سری چیزهایی هستش که شما میتونین هنوز بشینین مثلا زمان بزنین روش و این رزومه‌تون رو قوی تر کنین مثلا چی میتونه باشه نمره جیاری نمره جیاری نمره تافل یا آیلتس ریسرچ کردن و پابلیش کردن مقاله اینا چیزاییه که میتونه به ته ته کار اینه که کل رزومه شما با همدیگه بررسی میشه اولا که یه مینیموم ریکوارمنت رو باید میت بکنین مثلا برای دانشگاه یو بی سی حالا من میگم شما باید معدلتون 16 به بالا باشه توی ایران اگر زیر 16 باشین مثلا اصلا اپلای نکنین واسه یو بی سی چون پولتون هدر میره این معدل برای چه مقطعی که داری اپلای میکنی اگر برای فوق, فوق لیسانس برای فوق لسانس فوق لسانس لسانس بخوای اپلای کنی معدل لیسانس مهمه اگر برای دکترا داری اپلای میکنی معدل فوق لیسانس مهم این یعنی اون کرایت <تصفح> مینیمم داره نمیدونم جواب 5 5 ولی آخه یه تفاوت هم حالا این نمیخوام دیگه وارد بحث آره اون آره. حالا اسکیل کردنشون کار خودشونه آره. ولی آره. به مقیاس ایران بالای 16 آره بالای 16 اصلا نوشته توی ویب سایت هر دانشگاهی می نویسه آره. حالا شما مثلا مینیموم ریکارمنت رو میت کردین از یه دانشگاهی هم که قابل قبوله مثلا من خودم داشت آزادی بودم با افتخار الان <laughs> <laughs> و قابل قبولم هست یعنی کسی فکر،, کس فکر نکنه اگر دانشگاه آزاد درس مونده مثلا دیگه اصلا بدبخت شد دیگه تموم شد رفت اگر من مثلا این خیلی خبر آره. خوبیه دیگه آره. و این کل این چیز با همدیگه بررسی میشه کل این رزومه, رزومه شما... شما یه پکیجه و شما توی این خب ممکنه حالا دانشگاه خوب نباشه از اون طرف مثل من مثلا من توی لیسانس پنج تا پابلیکیشن داشتم پنج تا مقاله چاپ کرده بود مم. کار عملی هم بود و بعد روی نانو تکنولوژی کار کرده بودیم و خب این نشون داده بود که خب اوکی این شخص پتانسیل ریسرچر شدن رو داره بعد خب معد... معدلم خوب بود معدل 17 خورده بود و خب این تونست این چیزا کاور بکنه ضعف من توی مثلا ریپیوتیشن دانشگاه حالا شاید اسمشو بخوام اگه ضعف ولی من بهش نمیگم ضعف حالا یک نفر دیگه هست مثلا دانشگاه شریف میاد هم که شریف باشه معدلش هم قابل قبول باشه نیاز به پیپر ممکن نداشته باشه به راحتی هم پذیرش میگیره چون درست خیلی هم میشناسن در صورت اینا باید همدیگر رو کاور بکنن حالا تعداد زیادی از افراد هستن که دیگه آلردی مثلا لیسانسش گرفته فوق لیسانسش گرفته میخواد واسه مرحله بعد اقدام بکنه دیگه نمیتونه برگرده دانشگاهشو عوض بکنه پس بیاد بره چیزهایی چیزایی فوکس بکنه داشتیم سنف... دارن انجام آه. میدن از مقاطع پایین تر دارن انجام میدن که بتونن اپلای بکنه بعد آه... یا مثلا شما سنتون سن رو نمیتونین تغییر بدین حالا کسی هم سن شما رو نمیپرسه گپ تحصیلی مثلا مهمه اینجا مثلا مهمه واقعا آره گپ, گپ اگه داشته باشه تحصیلتون از سن مهمتره یعنی اصلا سن این فکر نمیتونن از شما بپرسن که سن چند سالتونه توی چیز ولی میتونن بفهمن سن. که کی فارغ تحصیل شدی و مثلا اگه بگی من چهار سال پیش فارغ التحصیل الان دارم مثلا اپلای میکنم،, میکنم باید بگی که تو این مدت چهار سالش چیکار میکردی و نشون بدی که مثلا کارات مربوط به ریسرچ بوده چون کل این مسئله فاند برمیگرده به ریسرچ که چقدر شما میتونین ریسرچ ریسرچر خوبی باشین واسه استاد اگر که شما مثلا کار میکردی توی اون مدت حالا باید حتما مرتبط باشه به اگه بخوای ریسرچر بشی اگه فاند تحصیلی بعد آره تهش چیه بزن اصلا یکی هم زوم آت کنیم قضیه چی از ساید استادا بیایم نگاه کنیم هر استاد آه... این وظیفهش اینه که توی دپارتمان یه ریسرچ مثلا یه ریسرچ گروپی رو داره پرودکشن این این مثلا معیار سنجش موفقیت اینا تعداد و کوالیتی اون پیپر هایی که اینا در آن چاپ میکنن درست حالا درست یا غلطی همچین معیاری هستش ولی هست دیگه خب پس این از به همون به طبع همون اینا هم دنبال افرادی میگردن که واقعا عشق ریسرچ داشته باشن بیان و ریسرچ انجام بدن و کار اینا بهتر بره جلو دیگه میخوای یه کوچولو اشاره کنیم به تفاوت حالا درس خوندن بر کورس بیس اصلا میگن و ریسرچ بیس وقتی درس میخونی دو حالت شما میتونی بری سر کلاس یه سری همون هم حالتی که تو مدارس بود و همه خوندیم و لیست دوره لیسانس تو ایران که میری سر کلاس یه سری استاد حالا معلم به شما درس میده بعد یه سری امتحان داری شما امتحانا به حد نصاب برسی درس رو پاس میکنی میری بعدی این درس ها رو هم دیگه جمع میشه مثلا شما یه مدرکی میگیری این حالت رو اینجا بهش میگن کورس بیس یه حالت دیگه حالت که معمولا به این فاند اختصاص نمیدن, نمیدن. آره. یه حالت دیگه ما داریم ریسرچ بیس که این حالتی که محیط میگه که استادا اینجا موظفن که در واقع پول وارد دانشگاه بکنن. دقیقا. استاد باید یه رابطهای با صنعت داشته باشه و با صنعتی که مرتبطه به در واقع فیلد تحقیقاتی خودشه. مثلا شما فیزیک خوندین؟ من فیزیک. با یه صنعتی که روی حالا مواصف فیزیکی کار میکنه، استاد شما ارتباط برقرار میکنه، یه پولی رو میگیره. این پول رو میگیرن که کار تحقیقاتی انجام بدن استاد واسه که کار تحقیقاتی انجام بده خب باید یه سری دانشجو داشته باشه یه مجموعی از دانشجوی فوق لیسانس و دکترا این میاد این پول رو به حالات نسبتی که خودش میخواد بین این دانشجو تقسیم میکنه و در واقع اون میشه اون فاندی که شما قراره بگیرید و شما اون فاند رو میگیرید و به ازاش کار میکنید برای استاد این میشه حالت ریسرچ بیس که یه مقدار فرق داره با اون با اون مدل مفهوم در واقع سنتی درس خوندن که میتونه تو ذهن ما باشه دایان. که کتاب رو میخونی، استاد درس رو میده، مثلا تعریف میدی، امتحان میدی. دایان. این ریسرچ دیگه شما یه موضوعی رو به شما میدن که کسی شاید خیلی به اون مشخصی که شما قرار بری دنبالش قبلا نرفته دنبالش یا رفتن مثلا ريزالت خیلی خوب نبودن شما باید بری ریسرچ کنی، حالا مقالات مختلف بخونی، این رو به یه جایی برسونی و در ازای اون به شما یه پول رو میدن که این اه. کار رو انجام میدن ما... گفتی که برای اون در واقع درسایی که حالا مدارکی که کورس بیس هستن بهشون فان تعلق نمیگیره به بعضیاشون تعلق میگیره و یعنی همون مدیریتی که من خوندم بعضی بودن که داشتن از حالا جای مختلف اومده بودن همشون فان استاد نداری استاد اون فاندی که به دانش اینترنشنال بدن و اون کورس بیس ندارن در واقع خود پروگرامه داره استاد نداره اون اون, اون فکر کنم فرق داره با چیزی که معیاد میگن ببین چیزی که من بیشتر ببین من ساینس بودم و ساینس به. و انجینیرینگ جفتش ساینس یعنی علوم اول... و مهندسی ها جفتشون اینجوری که اون استادی که شما باهاش کار میکنی مثل اینه که شما در واقع ب... استخدام استاد شدی در واقع استاد میخواد این ریسرچ اریا رو ببره جلو این هیته از تحقیق رو روش کار بکنه و برای اون میاد پنج تا دانشجو مثلا پی اچ دی میگیره به هر کدوم از اینا مثلا سالی بیست هزار دلار پول میده درست. اینا شروع میکنن تحقیق کردن و به این ریپورت میدن این استاد مثلا جمع کنه اینا رو هدایت میکنه و این همجوری میره جلو درست. بعد میزان موفقیت اینا هم اون تعداد پابلیکیشن ها و اون جاییه که اینا پابلش میکنن چه جورنالی مثلا پابلش میکنن و بعد اینا از این میشه رزومه استاد این استاد دوباره اینو برمی‌داره میبره پیش یه اینداستری اینداستری دیگه یا حالا تو همون اینداستری میگه ما این پول قبلی که به ما دادین انقدر کار کردیم حالا انقدر دیگه به ما بدین که پنج سال دیگه کار بکنیم هی باید این کار رو بتونه انجام بده برای همین برای استادم هم شما بخواین نگاه بکنین خیلی ریسک بزرگی یه نفر رو از اون برای دنیا بگیره به ما یعنی ترس استادام هم همینه واسه همین میان از دانشجوهایی که قبلا مثلا از دانشگاه خاص گرفتن دیدن خوب بوده هی از همون دانشگاه میگیرن درست برای همینه که الان شریف شریفه یا دانشگاه تهران دانشگاه تهرانه و مثلا دانشگاه آزاد مثلا که من خودم دارم میگم ازش اومدم خب کسی نمیشناسه چون درست. تعداد زیادی نیومدن اینجا مثلا قوی کار بکنن درست ولی خب مثلا بچه های شریف تعداد زیادشون اومدن و بعد دی اسم شریف رو میشناسن و خب بچه های قوی هم هستن واقعا میان اینجا خوب کار میکنن خب چرا که طرف بخواد ریسک بکنه یه نفر دیگر رو بگیر یعنی واقعا طرف باید یه چیزی رو ارائه بده که بخوان روش ریسک بکنن بگیرنش دقیقا این به قول خارجی میگن یه باید داشته باشه خب دیگه چی؟ این قضیه فاند فاندد بود دیگه درست حالا یه سری میمونن این وسط که نه شریف درس خوندن نه پول دارن اینا رو باید چیکار کنیم یعنی این تعداد زیادی هم هستن که معمولی هن درست. و خب حالا اینا باید بدونن که اولا خب دانشگاهی معمولی تر رو باید تارگت قرار بدن واسه اینکه اپلای بکنن که شانسشون بره بالاتر درست و مینیمم ریکوایرمنت رو اگر میت میکنن اگر میت نمیکنن پولم ندارن تقریبا مخصوصا الان اتفاقی که افتاده نمیدونم اینو دیدین یا نه متوجه شدین یا نه الان یه تفاوتی بین دانش... اپلای کردن از دانشگاه آمریکا و کانادا پیش اومد قبلا آمریکا خب راحت تر ویزا میداد به دانشجوها و بعد مثلا پروسه اقامتی گرفتن بعد از تحصیلش به این سختی که الان هست احتمالا نبوده درست و خیلی ها خب وقتی درسشون خوب بود میرفتن دانشگاهی خیلی عالی تری که توی آمریکا بودن اپلای میکردن مثلا شاید اصلا کانادا اپلای نمیکرد الان به دلیل سختگیری های مهاجرتی که آمریکا گذاشته خیلی از اون دانشگاهایی که مثلا استنفورد قبل پذیرش میگرفت مثلا یو سی الی پذیرش میگرفت میگه آقا اصلا من نمیخوام برم اونجا چون من میخوام برم یه جایی که بعضش اقامت بگیرم میان اپلای میکنم واسه دانشگاه تورنتو دانشگاه یو بی سی دانشگاه سفیو این دانشگاه رو میان اپلای میکنم. رقابت رقابت بسیار سنگین تر شده تعداد دانشگاهی که توی آمریکا بوده خیلی زیادتر از تعداد دانشگاهی که توی کانادا وجود بله. یعنی الان شاید به جرئت میتونم بگم که شاید خود من اگر الان اپلای میکردم به این راحتی که راحت که نبود ولی خب من پذیرش گرفتم سال 2011 شاید اگر الان اپلای میکردم شاید پذیرش نمیگرفت یعنی آدم میبینه واقعا سخت شده درست. حالا توی این زمینه چیکار میشه که حالا این کاریه که من دارم روش با یه تیمی از دوستان داریم روش فعالیت میکنیم داریم یه سافر میخوایم در واقع درست بکنیم که این شانس پذیرش شما رو کلکیولیت بکنه پیش بینی, پیش بینی بکنه. که مثلا شما توی کدوم دانشگاه شانست بیشتره برای پذیرش گرفتن نسبت به دانشگاه دیگه و اگر این کار ما بتونیم انجام بدیم دیگه حالا حداقل اتفاقی که میفته اینه که یه نفر اگه فقط سه تا دانشگاه رو پول داره اپلای کنه چون هر اپلیکیشن فی باید بدن بر تو هر صد و خورده ای هم سر اپلیکیشن هر اپلیکیشن آره. یا یه چیز 100 صد, صد بین یه چیز حدود 100 دلار بگیره 100 دلار باید پول بدم مثلا ممکنه 100 دلار الان یه, یه میلیون تومان ممکنه مثلا یه نفر فقط بتونه سه تا چهار تا اپلای بکنه این سه چهار تا رو بیایم بگیم آپتیمایز بکن کجا چانست بیشتری که پذیرش بگیری و این چیزیه که من دارم حالا روش کار میکنم و با دوستان و تاشن لرینگ میزنید اوایل راهش هستیم هنوز به اونجا نرسیدیم که بخوایم دیتا داری جمع آوری میکنه آره دقیقا ما در انور مارکت ریسرچ میکنیم و خب یک کارایی رو به صورت خیلی پریلیمینری مقدماتی مقدماتی ابتدایی داریم انجام میدیم یکی کارونج دیکشنری هرچی چی میخوای بگو کارون فارسی میگی آره <تصفح> <تصفح> <هم براز>. <تصفح> که من اومدم مثلا یه دونه گوگل فرم گذاشتم توی پیج اینستاگرام خودم و گفتم که بچه بیان اینجا اطلاعات تحصیلیتون رو به ما مثلا بگین من اینا رو میشنم دستی حالا هنوز تافره آماده نشده ولی بله خب این زمان میذارم برای اینکه بتونم حالا هم کمکی بکنم هم, هم, که این داره به من کمک میکنه که خب چه مارکت همون بشنسم و بعد بیام از اون طرف توی این استارتاپ مثلا از این اطلاعات استفاده بکنیم و خب این یه وین وین دیگه بورد, بورد میشه هم بچه ها حالا یه مقدار مجبورن صبر بکنم متاسفانه چون من دستن هم باید دستی این کار رو انجام بدم هم, هم این که من از این طرف اطلاعات به دست میارم که چه جوری این کار میشه بهتر انجام سوال من ازت اینه که چه جوری وقت میکنی این همه کار رو انجام بدی الان مثلا هر دفعه که این فرما رو میذاری چند تا ریسپانس مثلا میاد نفع آخر 4167 هز... نفر من سر دیتا سر. گرفتم بعد الان فهمیدم که 4000 چقدر زیاده <applause> خب بعد اینو چه جوری پروسه این پروسش چیه مثلا <applause> حالا بذار از بحث اون فاصله نگیریم لو بریم بخواید اپلای کنید اون ب... کسانی که حالا دانشگاه تاپ ایران نبودن و پول آنچنانی هم ندارن بخوان اپلای کنن آه. اون پلاشو میخواییم بگیم مثلا ببین... رزومه، اه... یا هر ببین خواهد. اینا رو من گفتم کارون و یه ویدیو هم در رابطه باش پر کردم گذاشتم توی آپارات حتی که بچه ها توی ایران هم دسترسی داشته باشن من فکر کنم الان اگه بخوایم بریم وارد بحثش بشیم خیلی گسترده است ما لینک اینا رو حتما شیر می کنیم ولی می خواد يا مختصر هم آره آره. یه اشاره ببین کلا وقتی می اپلای کنین شما باید اولین استپش اینه که نمره زبان باید داشته باشین خیلی ها از من الان دارن میپرسن که آقا چه جوری ما میتونیم مثلا نمره زبان نگیریم بیان همون کانادا اونجا زبان بخونیم مثلا متخصص آره. کنید که چرا این, این،, این کار نمیشه به دو دلیل هم میگم چی نمیشه مخص... دقیقا؟ اگه یا... کسی نمره زبان نگیره توی ایران با. و بخواد بیاد اینجا کورس زبان بگذرونه بعد بیاد بره درس شدن امید. میشه یعنی هست توی مثلا کالج های که این کار رو بکنن ولی به ویزا گیر, میخواد می... گیر میکنن مخصوصا بچه ایران به دلیل شرایط موجود خیلی ویزا سخت گیر شده چون خیلی ها اومدن از همین طریق بعد درخواست پناهندگی دادن حالا چه قبول شده چه نشده این باعث شده که آفیسر های ویزا خیلی سخت بگیرن روی باید من اصلا. یه چیزی که بگم اصلا فرض محالم که این قضیه شد برای خودتون سختره که بیای اینجا تازه بخوای زبانت رو راه بندازی تا در مقایسه با وقتی که شما تو ایرانی تو کشور خودتی حالا احتمالاً پیشه... پیش پیش خ... خان نه حالا پیش خانواده هستی حمایت میشی فکرت آزادتر اونجا تمرکز رو بذارید روی زبان چون دقیقا. چیزیه که هر روز لازمش داری و اصلا میای اینجا زبان درست حسابی نباشه هیچ عضو دیگه یا زندگی کار نمیکنه دقیقا, دقیقا ببین اصلا اولین چیزی که شما خودتو باید باش محک بزنی ببینی که جون واقعا مهاجرت کار راحتی نیست دی. خودتون همه اینجا همه ماجریم این دیگه کار سختی یعنی مخصوصا اون یک سال دو سال اولش واقعا آدم اشکش در میاد من شده با... بشینم گریه کنم واقعا میگم یعنی اصلا هیچ عبایم ندارم به گفتن این که شده که من گریه کردم یعنی واقعا میرسه به یه نقطه‌ای که میگی چیکار بود با خودم کردم حالا تازه کی بودم ده ده. من مثلا زبانم اوکی بوده داشتم توی دانشگاه خوب با فان درس این مشکل مالی نداشتم میدونستم که اگر این کار مثلا چه واقعا میرسه به آدم به یه جایی که تو این با این شرایط واقعا سخته یعنی جدایی از خانواده هستش که حالا تازه من آدم اونقدر احساساتی هم نبودم بیشتر سعی میکردم منطقی و مسائل چیزم. ولی نمیتونی شما مثلا بگی که آقا من اصلا دلم تنگ نمیشه یا نمیتونی بگی که من اصلا هیچ مشکلی نخواهم داشت همین که آقا اصلا روال زندگی شما تغییر میکنه مدل غذاهایی که باید بخوری تغییر میکنه آب و هوایی که باید بشه عادت بکنی تغییر میکنه مثلا ونکوور خیلی, خیلی متفاوته نسبت به دقیقا. و اینو همش باعث میشد که یعنی همون حرفی که کارو میزنه اولین چیزی که بچه باید بیان خودشون باش محک بزنید که آقا شما ایران میتونی یه نمره تافل بگیری نمره آیلتس بگیری یا نه اگر واقعا این حالشو نداری این افرتو بذاری اونجایی که مثلا حالا قضا آماده حالا یا توی مملکت خودتی زبان، مثلا دوستا دور هستن تنهایی حس فشار روانی اونطوری روش رو نیست, آره این لطفا اگر... به خودتون بکنید زبان اونجا ده ده رو و اگر نکنین اولا که فاندد پروگرامز رو که دورش خط بکشین کسی نمیگیره شما اگر که آه. نمرتون خوب نباشه اون کسایی هم که میخوام بیان کالج بخونن آره میتونین رجیستر بکنین یه پولی رو هم اول کار میرزین به حساب و پذیرش هم بهتون میدن که اول بیان شما مثلا زبانتون زبان رو بخونین ولی بعد این از هر ده نفری مثلا یه دفعه میبینی هفت نفر ریجکت میشن ویزا چون آفیسر میگه که من مطمئن نیستم که تو میخوای بری اونجا برگردی بعد از تحصیل این هم همیشه جوابیه که میدن بله. در نتیجه این کار دنبالش نباشن این بحث این یک, این یک. زبان اول میخونن بعد که زبان و نمرش رو گرفتن بر اساس اینکه نمره زبانش و معدلشون چنده میان باید بگردن دانشگاه رو سرچ بکنن دانشگاه رو سرچ میکنن توی وبسایت های رنکینگی هستش مثلا من اون موقع خودم از webometrics.info استفاده میکردم ما یو اس نیوز استفاده یو اس نیوز شما استفاده میکردید این کیو اس رنکینگز هست واسه انواع اقسامش هستش شما میتونید بزنین دانشگاه مثلا کانادا از رنک یک تا انش هستش یکی یکی اینا رو باز میکنی میری تو اون دپارتمانی که به خودتون مربوطه حالا یه اشتباهی که من شخصا موقعی که هشتم اپلای می کردم،, کردم این بود که من فکر کردم چون من من فیزیک مهندسی خوندم تو ایران فکر کردم خب چون من فیزیک مهندسی اون حال اسمش فیزیک و دپارتمان فیزیک بوده تو ایران من فقط میتونم فیزیک بخونم با. و این اشتباس. و من اگر میدونستم بیشتر روحیات من به مهندسی نزدیک بود تا به فیزیک دقیقا و اومدم اینجا رفتم فیزیک اصلا جای چیز دیگه ای رو ندیدم ولی اینو میخوام بگم به بچه ها که بین رشته ها هم میتونن اپلای مثلا اگر یه نفر مهندس برق بوده میتونه مهندس کامپیوتر اپلای کنه انجام از برعکسش هم تو از فیزیک به مهندسی ها به راحتی میتونم از مهندسی ما داشتیم به فیزیک تونستن اپلای کنن پذیرش بگیرن آره اونجوری مثل ایران خط مشخص نداره دقیقا. آره. و اینو کسی نبود موقع خب مثلا ماها دو دوستامون یا مثلا اونایی که سال قبل از ما بودن تعداد زیادی نبودن که بخوان اپلای کنن و آلردی بشناسیم که همین کاری رو میشه کرد، من این رو با سعی و خطا خودم یاد گرفت و بعد از اینکه دانشگاه رو سرچ کردن باید استادهای اون دپارتمان اون در واقع بر اساس اون کرایتریایی که هستش مثلا میفهمن که آقا مینیمم ریکوایرمنت دانشگاه تورنتو رو میت نمیکنن مینیمم ریکوایرمنت مثلا دانشگاه فولنجر جور میت نمیکنن ولی این دانشگاه رو میتونن میت کنن فقط دیگه فوکس مون بزنین روی اونا یعنی شانس و اینجوری مثلا نباشه که حالا یه, یه چیزی هست تو ذهن بچهای ایران که چه جوری مخ استادو بزنیم آه. میدونی یعنی <تصفح> <تصفح> از در عقب میخوان وارد دانشگاه بشه <تصفح> آره دقیقا و یه همچین چیزهایی رو بیشتر وقت خودشون داره تلف میشه به نظر من تا اینکه منطقی بیان بگن آقا اوکی من این نقاط قوتم این نقاط ضعفم کجاها میتونم این رو ازش استفاده کنم برم مثلا دانشگاه اه اه حالا رنک یک نباشه رنک ده باشه رنک پنج باشه حالا هر چیزی برن توی اون دانشگاهی که توی هیته خودشونه اونا رو بشینن یکی یکی استاداشو نگاه بکنن به رزومه استادا که ریسرچری هاشون چیه استادا رو در بیارن بعد به استادا ایمیل بزنن ببینن. اونجا دیگه مخ بزنن آره. اون ایمیل هم حالا اتفاقی که افتاده به دلیل همون آره. این ایمیل زدنه خیلی اخیرا به دلیل همون چیزی که گفتیم از آمریکا دیگه خیلی ها میان شیفت میکنن به سمت مم. کانادا تعداد زیاد ایمیل میگیرن استادا و اگر دقت کرده باشن کسی زیاد جوابی نمیگیره مخصوصا از دانشگاه کانادا از استادای کانادایی دیگه استاد جواب نمیده نمیرسه یعنی طرف مثلا ایمیلش رو باز میکنه میبینه مثلا ایمیل اومده معمولا هم جواب میدن آره دیگه دقیقاً میگن آقا اپلای کن بعدا ما بررسی میکنیم و من نور من چیزایی که دارم صحبت میکنم به دلیل همین استارتاپ مثلا صحبت کردم با این استادا رفتم اینترویوشون کردم که آقا شما مثلا می‌خواید دانش بگیرین چیکار می‌کنین چیکار چند تا ایمیل می‌گیرین در روز چند تا چیز و بعد بر به این نتیجه رسیدم که اینا تقریبا بیخیال میشن تا موقعی که فقط اون افرادی که اپلای کردن میفهمن که خب اینا سیریس بودن که اون پول رو دادن که خب متاسفانه این اتفاق داره میفته ولی خب استادم یه رحب مجبور دیگه آره بعد به اینا ایمیل میزنن ایمیل رو که زدن و حالا با چه جوابای خوبی گرفتن نگرفتن از اینجور چیزا باید سعی کنن که آپتیمایز بکنن که واسه کدوم دانشگاه باید اپلای کنن بعد میرن آنلاین اپلیکیشن رو باید انجام بدن چون خودشه پروسه واقعا جدیه آره نباید نخیر گرفتش دقیقا. حالا برای اینا باید نمره زبانشون رو مثلا آپلود بکنن یا سی وی باید ساخته باشن آپلود بکنن حالا اون سی وی میتونن تو اون ایمیلی که میخوان بفرستن هم مثلا معمولا این کارو میکنن آره میکنن و یا اینکه بعضیا مثلا توی مخصوصا رشته های کامپیوتر وبسایت دارن خودشون بچه‌ها مثلا اون لینک وبسایتشون مثلا میذارن بعد از اینکه اپلای کردن اپلیکیشن فی رو میدن و دیگه میشینن بچه‌ها دعا دو. میکنن دیگه با انرژی مثبت بفرست <تصفح> آره. پس یه جنبندگی خلاصه من بگم بگو. اینه که قرار شد اول زبان نمره <تصفح> حالا تافل آیلتس فرقی نداره هر کدوم که لازمه رو شما نمره رو میگیرید نمره در واقع معدل ایران رو هم که دارید بر اساس این دوتا دانشگاه رو نگاه میکنید ببینید که کدوم یکی از دانشگاه ها مینیمم رو پاس میکنید مثلا اه. یه دانشگاه ممکنه مینیمم تا فعل 80 بخواد نه آیلتس 6 بخواد شما میبینی اگه اینا رو پاس میکنی خب خوبه بعد معدلتو نگاه میکنی اگه جفتش پاس شد اینا رو میذاری تو لیستت درست بعد میری توی اون دپارتمانی که هستی حالا همونجوری که مهیاد گفت اینجا مثل ایران خیلی اونجوری سفت و سخت نمیگیرن که مثلا اگه شما لیسانس فیزیکی بعدش حتما بری فیزیک بخونی اگه لیسانس فیزیکه میتونی مکانیک بخونی برق ممکنه بتونی بری انجینیرینگ ساینس بتونی بری بخونی خلاصه این ورهی بالا پایین میکنی استادای مختلف در واقع ریسرچ اینترست بهش میگن نگاه میکنی <applause> که هر کدوم این استادا تو چه مباحثی تحقیق انجام میده که شاید شما هم اونا رو دوست داشته باشی و اگه خوش شانس باشی شما هم رو همون مباحث قبلا تحقیق انجام دادی <applause> بعد یه تیری در تاریکی ایمیل میزنی به این استادا رزومت رو میذاری تو شاید جواب بدن شاید ندن بعد میره بخش اپلیکیشن آنلاین رو پر میکنی و نمره زبان اینا رو میفرستی و کارنامه و انرژی مثبت و ان پذیرش بعدش بعدش هم دیگه ویزا یه چیزی من بگم البته تغییر رشته دادن باعث کاهش شانس پذیرش میشه ولی از طرفی هم من منظورم اینه که ول نکنین دپارتمانی که خودتون توش فارغ تاثیر شدین برین مثلا یه دپارتمان دیگه فکر کنین بهتره دپار... دپارتمان مثلا من فیزیک اپ... مثلا پذیرش فیزیک فارغ و تحصیل شدم توی ایران فیزیک ها رو باید اپلای بکنم حالا میام میبینم که ریسرچ اریا هایی که توی مهندسی هم هست بعضی هاش اوورلپ داره با فیزیک پوشانی, داره, داره چیز مرسی <applause> و اونا رو میام شروع میکنم در واقع اپلای کردن با. این باعث میشه که تعداد آپشن های من زیادتر بشه مخصوصا واسه کانادا که کلا مثلا من فکر نمیکنم بیشتر از ده تا همون تا بیشتر دانشگاه اصلا داشته باشه حالا اینا هم همشون فاند بده نیستن هر سال چون حال دانشگاه قوی داریم دانشگاه ضعیف داریم و باید اینجوری بیان سعی کنن که آب تعداد آپشن‌هاشون رو ببرن بالا از اون طرفم که در واقع شانسشون بهتر بشه دیگه من یه چیز بگم چون بحث ایمیل بود با یکی از این بچه‌ها که فوتبال باهاشون بازی می‌کردیم پنجشنبه ها میگفت که خدا بیا مرز پنجشنبه ها آره بله. خوب بود بعد بحث این بود که ایمیل اینا داشت تعریف می‌کرد پروسه خودشو بعد میگفت که استادا مثلا ایمیل منو می‌خوندن ولی جواب نمی‌دادن بعد با منم گفتم تو از کجا می‌فهمیدی می‌خوندن بعد میگفت که مثلا اینکه بچه‌ها روشن می‌کنه اضافه می‌کنه روی ایمیلای که اون استاد تا باز کنه میفهمه آره آره برای <تصفح> من خیلی جاره بود که این داستان آره من, یادمه. آره. من, یه زها... م... من هم یادم من هیچوقت از این کار استفاده نکنم ولی شنیدم که یه همچین سافر رایی هست یار منم یادم زمان من چند وقت بعدش سر یه کاری با یکی تو ایران کار داشتیم یه کار لوگو می‌خواستیم میکنیم طرف یه همچین چیزی رو ایمیل داشت یعنی که که بفهمه من ایمیل که ولی ه... اصلا من خودم برود نه نه من حس خوبی نداشتم وقتی اون رو ایمیل بود یعنی وقتی که حس کردم که طرف میخواد ببینه من خوندم آه, داری؟ ایمیل آقا چیکار داری بزن ایمیل فرستادی که مثلا این <applause> تایم میبود حالا نمیدونم استادام همچین ریاکشنی شاید ترجیح نکنید آره نمیدونم فشار آره نذارید دیگه به اون معلم فکر کنم آره ببین پوینت اینه که واقعا الان مت... حالا متاسفانه خوشبختانه این ایمیل اونقدری که همه فکر میکنن که خیلی مثلا ایمیل چی داریم میزنیم اصلا ایمیل رو داریم میزنیم که بفهمیم شانسمون چقدره آیا اینجا پذیرش میگیریم یا نمیگیریم دیگه اونقدر افیشنت نیست علتش هم اینه که این استاد مثلا ممکنه یه نفرشون الان دانشجو نخواد یه دفعه سه هفته بعد فاندش اپروو میشه سه هفته بعد دانشجو میخواد و اون بنده خدایی که مثلا سه هفته پیش چهار هفته پیش ایمیل زده ایمیلش رفته بالا دیگه رفته میره پایین <applause> <آه. تصفيق> رفته پایین دیگه نمیبینه و اونی که مثلا همون لحظه ایمیل میزنه مثلا ده نفری که اون لحظه ایمیل میزن ممکنه خیلی رندومه خود استادا اینو قبول دارن که این یک پروسه منصفانه نیست بل. یعنی این شانسی هم خیلی تو شانسی اتفاق میفته واسه همین تا میتونن من پیشنهادی که میکنم اینه که اگر واقعا قصدشو دارن minimum requirements رو میت میکنن تا میتونن تعداد اپلیکیشن هاشون رو ببرن بالا تا جایی که پولشون اضافه آره. میده دقیقا و حالا اون یه خودم سب کنم اون استارت ما که شروع شد بعد از اون بفهمم کجا اپلای کنم ولی <laughs> الان من بهشون میگم میگم تا میتونین پولاتون رو بذارین واسه این کار چون یه در موقع من خودم هر پول داشتم گذاشتم واسه اینکه اپلای کنم 15 تا اپلای کردم من اون زمان چند تا پذیرش پنج جا پذیرش گرفتم دو تا تو آمریکا گرفتم دو تا تو کانادا یه دونه تو ژاپن یعنی من دیگه از شرق آسیا تا غرب همه جا رو زده بودم آره ژاپن خیلی هم یافتن. آره من دو تا چیز یادم اومد که یادمون رفت کنم بگیم این مم. وسط بعضی هستار. دانشگاه جی آری جی مت ممکنه لازم باشه برای یه چیز حالا علاوه یه دونه هم اس او پی باید بنویسیم استیتمنت اف پرپس که چرا میخوای این ریسرچ رو انجام بدی درست. که دیگه اونجا آسین رو بالا میزنی و از تخیلت استفاده میکنی که من همه اینا رو ریز به ریز توضیح دادم مثلا توی اون ویدیو با. که چی بنویسین اصلا این اس مثلا باید هفت پاراگراف داشته باشه پاراگراف یکش هوک اسمش که مثلا باید یه چیزی بنویسین شما که طرف جذب بشه که بخواد بقیهش رو بخونه بعد پاراگراف دوش چی بنویسین پاراگراف سه چی بنویسین چهار دقیقا من اینا رو مثلا گفتم بعد بچه حالا اون لینک رو شما میتونید شیر بکنید با بچه ها دوستاتون یا اگر کسی روی از فالوور های خود من روی اپل پل نتورک هستن بیان دایرکت میدن به من من همیشه واسه شون لینک رو میفرستم که ببین روی, روی یوتیوب هم هستش ما لینک نان... ها رو میذاریم من فقط خواستم یه اشاره کنم که اینا آره. هم هستن اینا همش دیتیل اینا هستش به اوردرش هم هست که مثلا چه چیز چه کاری بکنید روی تلگرام من حتی من یه دونه پلان یعنی برنامه زمانی به اینا دادم که مثلا شما اگر میخواین توی سپتامبر 2020 درستون رو شروع کنین کی شروع کنین و انجام چه کاری یه طب. پرسه پرسه بین یک تا یک سال و نیمه مسته اینکه زبانتون در چه حده اگر کسی زبانش خوب باشه فقط باید امتحان بده بگیره خب مثلا حدودا کمتر از یک سال میتونه این پروسه رو ببره چون خود ددلاین مثلا خودش هفتش ما قبل از شروع ترمه مثلا برای چیز واسه یو بی سی من یادم یک ژانویه بود فکر میکنم ددلاین ها آره دانشگاه آمریکا معمولا زودتر از اواسط دسامبر ددلاین داره کانادا یا دیرتر تا مارچ هم بعضی وقت میکشه آره میکشم. تا بعض از وقت تا مارچ هم میکشه ولی این من هی اونجا فرضون <laughs> <داره. laughs> من خودم اون که میبینم دیگه حرف نمیتونم <laughs> چنل تل... آپاراتش آورده بود و این هم مرحیات. چگونه اپلای کنیم کلیه مراحل در یک نگاه آره این, مثلا کل اون همین سالی که الان کارون از من پرسید رو من توی یک ساعت اومدم گفتم که آقا مرحله یک دو سه چهار پنج شیش هفت مثلا هشت نو نمیرم چند اینا این کار رو باید بکنیم بعد اومدم تو هر مرحله رو دوباره توی یک ساعت توضیح دادم یا هر دو تا رو با انرژی شما گذاشتید آه... ببین همین دیگه انرژی که واقعا معیاد برای جلو بردن علم دانش ایران کرده خود ایران نکرده واقعا ات... یه سوال بپرسم الان چیز دیگه ای هست که بخوای در مورد حالا همین پروسه ها بگی چیزی که هنوز نگفته باشی من نمیدونم آن تراک داریم اینجا وسط برنامه یا نه میتونی بریم قسم بعدی بیایم مثلا اصلا, آرا... میتونیم بریم بعدش بیا آره من یه آن تراک اگه بگیریم باش. بعدش من فکرم بهتر کار آره بعد میریم حالا <تصفح> با سوالا و اینا هم برمیگردیم ها پنجشنبه بیاین آره. بریم پنجشنبه بیایم خیلی خب ما میریم و پنجشنبه با ادامه موضوعمون و جواب سوالایی که برام فرستاده بودین برمیگردیم فعلا خدا خدافظ 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 خدافظ